فرمودید که خب بعدش قصه ها داستان قصه ها داستانی با خودش. این تو دوران 8 ساله دوره آقای احمدی نژاد من گفتم من هرگز ممنول کار نشدم و باز یه چیزی گفته بودم که خیلی این جمله به خیلی ها سخت اومد که و خیلی بابتش هی مجبور به جوابگویی شدم که من گفتم از مادر زاده نشده کسی که منو ممنوع کار کنه. هنوزم به صراحت این حرف رو میزنم، یعنی من اگر بابت موقعیت فیلمسازیم امتیازی از جایی گرفته بودم و یا خلاف، اولا یک آداب و اصولی برای خودم دارم، کار غیرقانونی نکنم، ولی هوش اینم دارم که بتونم از اون میگم روزنه های قانونی نهایت استفادهمو بکنم. همیشه هم این کارو کردم. دلیلی من نمیبینم که کسی به خودش اجازه بده منو ممنوع کار بکنه. و واقعا این حرفی هم که زدم نه از سر قلدری، از سر اعتقادمه، هنوزم میگم تا ابدم اینو میگم. همون جور که اون زمانی که از تلویزیون اومدم بیرون معاون آقای محمد هاشمی به من گفت ما همه تلاشمون رو میکنیم که شما رو ممنوع کار کنیم، گفتم این کار رو نخواهید تونست بکنید، بعدش هم اینو گفتم، بعد از 30 سال این حرف رو زدم، اگر 3 سال دیگه هم زنده باشم بازم همینو میگم. دلیلی وجود نداره که کسی بتونه من ممنوع کار کنه. حالا نمیدونم، شاید واقعا یک موقعی، یعنی این عصبیت های فرو خورده در یک جایی به یک واکنشی برسه که اون موقع مطمئنن اگه کسی بتونه من ممنوع کار کنه، زمانی هست که خودم بتونم حق بدم که بگم بله من خط قرمزی رو شکستم که شما حالا میتونید من ممنوع کار کنید. بحث این بود که من ممنوع کار نشده بودم، ولی شرایطی که پیش اومده بود شرایطی بود که من احساس میکردم که این شرایط نه با من، با تفکر من، نوع برخوردایی که میشد انقدر دور بود که زمان انگار زمانه این که من بتونم خودم با این شرایط وفق بدم و فیلم بسازم نیست. به عنوان مثال یک فیلمی من تهیه کردم، در واقع من نه تهیه کنندم نه اصلا این کارو دوست دارم، ولی شالیزا عارف‌پور که در کار من قبلا دستیار من بود میخواست فیلمی رو شروع بکنه، من فیلم نامش رو دوست داشتم، جاهان خواست به من کمک کنه، گفت بیا تو تهیه کن. به هر حال میگم من این کار رو دوست ندارم، ولی طبیعتا به خاطر وسواسی که همیشه تو کارام دارم، کارهایی هم که خودم تهیه کننده نبودم، برای اینکه باید شرایط تولید حتما به گونه ای که با تعریفی که من از تولید دارم بخونه، مجبور به یک مشارکت، نمیگم به درگیری یا مداخله، ولی واقعا به یک ابراز نظر و عقیده و رسیدن به یک مشارکتی با تهیه کننده هم باید میرسیدم و الان نمیتونستم کار کنم. در نتیجه تصمیم گرفتم جانگو بیا اصلا این کارو خودت تهیه کن، فیلم نامرم دوست داری بیا کار کن. ما این فیلم رو تهیه کردیم، ساختیم. من برای فیلم های خودم هم اینقدر مراجعه به ارشاد هرگز نداشتم که برم بحث کنم، پشت در بمونم، یعنی رفتم همه تلاشامو کردم، ولی به هر حال با یک تعریف هایی که خودم دارم. این فیلم فیلمی بود که یه فیلمساز فیلم اولش رو ساخته بود، من مسئولیت قبول کرده بودم و واقعا تعداد دفعاتی که من رفتم برای گرفتن مجوز این فیلم جمعش شاید به اندازه همه فیلم های دیگه خودم باشه. در این برخوردهایی که من برای گرفتن مجوز اون فیلم داشتم، به برداشتی از واکنش هایی که اون شوراهایی که اونجا بودن رسیدم که دیدم اصلا
یک جهان دیگه است. روزها و روزها من رفتم اونجا بابت فیلم بحث کردم، بابت موضوع فیلم. بعد از جلسات به من یکی از مسئولین علنن این حرف زد، گفت دوستان ما میگن خانم بنی اعتماد که بودجه فیلماش از خارج در میاره، دکتراش هم که دانشگاه خارج میدن، چه اصراری اینجا داره این کار میکنه. من یه دکترای افتخاری دانشگاه سوئیس لندن به من داد که حرام بر من که اگر تا این زمان که الان روبروی هم نشستیم من در یک مصاحبه حتی اسم این قضیه رو آورده باشم، اگرم اسم برده شده اون طرف در رزومه من خونده و گفته. من اگه این کار رو تونسته بودم بکنم و کسانی که میکنن افتخار این تواناییه. چطور ما اگه ماکارونی صادر کنیم خوشحالیم که پول بیاد تو مملکت، برای ساخت فیلممون اگه بتونیم پول از یه جایی تامین کنیم این باید باعث ننگ ما باشه، ولی من اصلا این توانمندی رو نداشتم. من یک تنها چیزی که تنها پولی که برای تولید فیلمام از خارج یک رقمه که واقعا نمیدونم 5000 دلاری نمیدونم، اونم به همت محمد عتبایی از بنیاد هوبرت بالز که کمک به فیلم ها میکرده برای فیلم بانوی اردیبهشت که منم تهیه کنندش نبودم و سلام. بله یه جوایزی گرفتم، نقدی هم توش بوده که غیر نقدیاش بیشتر از نقدی بوده، ولی این که بودجه فیلم، گفتم آقا افتخار اگه من بتونم این کار بکنم، ولی من بعد این همه با من مواجهه سر اینه و بعد سر دکترای من. اون موقعی بود که این بحث دکترای قلابی هم در اومده بود و روزنامه هم می نوشتن. گفتم یک جا من با دکترام میخوام نمیدونم حقوقم بیشتر شه، من در این مملکت بازنشستگی ندارم، به کی اینو بگم؟ من از 18 سالگی تو این مملکت کار کردم، به خاطر کله شقی خودم بوده اشکال نداره، 14 سال سابقه کارم تو تلویزیون تموم شد، بعدم اومدم باز به دلیل اینکه شاید نمیدونستم چی کار کنم، من بازنشستگی ندارم. بعد از این همه سال کار مداوم، من که عرضه داشتم حداقل میگم، یعنی اگه عرضه‌ای در من بوده توی چیزای دیگه ای بوده. بعد دکترای من اینقدر دوستان اذیت کرده، من حقوقم میخوام بالا بره، از جای طلب نمیدونم افتخار کردم، مراسمی گرفتم جای اعلام کنم که من، یعنی این همه برو شما باورتون میشه؟ و بعد از اون جلسه مشکل فیلم حیران با همون پیشنهادی که من چند ماه قبلش داده بودم تموم شد. یه موقعی من به عنوان فیلمساز یه سابقه‌ای دارم، روشن، تاریک، موفق، غیر موفق، یه چیزی هم دست من به عنوان فیلم نام است، یا این تایید میشه یا نمیشه، بلدم چجوری هم بنویسم که بتونم افتخارم، نمیدونم خط قرمز شکستن، ولی چیزی که فکر کنم لازمه جامعه بدونه تا اون جایی که بتونم راهشو پیدا میکنم بگم، اون چیزی هم که فکر کنم به دلیل محدودیت ها مجبورم حرفم رو عوض کنم یا خلاف اصولم بگم اصلا نمیرم سراغ. من اینجوری تا حالا ساختم، تا الانم هیچ مشکلی با این شکل فیلم سازیم با همه موانع با همه مشکلات نداشتم، ولی این برخوردم نه اصلا اینجوری نیست. یعنی ماجرا قضاوتیه که نسبت به تو هست، یعنی اصلا دیگه مهم نیست که من چی بنویسم، من چی کار کنم، یک تصوری وجود داره، مثلا همین که یه نمونه کوچیک. بعد برخوردهایی که با خانه سینما شد، با همکارای ما شد، با توهینایی که شد، همه اینا با هم، من گفتم من شیفته پرده نقره‌ای به هر قیمتی خودم بکشم نه، من یک میتونستم کارهای مهمتری بکنم که به اندازه سینما مهمتر از زاویه خودم ها ادعا نیست پشتش، به دغدغه‌هام نزدیک، اون ابعادم نداشته باشه،
حالا سینما درست خبر داره، همه میفهمن الان مسخره ترین سوالی که دائم ازم میشه کی میخواین دیگه فیلم بسازین. هرچی میگم من دارم فیلم میسازم، همه فکر میکنن تا اکران نشه، تا داستانی نباشه تو هیچ کاری نمیکنی. من یک روز بیکار نبودم در تمام زندگیم، هنوزم نیستم، وقت کم میارم، هنوز من واقعا وقت کم میارم. ولی این فاصله گرفتنه، خب چند سال من یعنی تمرکزم روی پژوهشام بود، رو کارهای خودم بود بدون اینکه بیکار باشم. یک جایی فکر کردم که هم به شدت خب دلم تنگ شده بود برای سینما، همین که من چطور میتونم فیلمو بسازم ولی با بر مبنای اصول خودم. من وقتی تصمیم گرفته بودم که من نمیتونم فیلمنامه ببرم و تاییدشو، ابداً ابداً قصد توهین به تک تک اعضای شورایی که اصلا الانم یادم نیست کیا، هیچ کدوم اصلا به اون نیست، به این تفکر غالب من نمیتونستم بدم. فکر میکردم یک جور پذیرفتن و مشروعیت دادن. خب فیلم بدون مجوز نمیخواستم بسازم، فیلم یواشکی نمیخواستم بسازم، فیلم اینکه به این دلیل برم، خب خیلی برام شرایط ساختن فیلم خارج از ایران بوده ولی شرایط تولید فیلم بوده. من فیلمساز حرفه‌ای به معنای حرفه‌ایش نیستم که تو هر شرایطی بتونم فیلم خودم بسازم. من میگم من آداب حرفه‌ای به جا میارم، من با گوشت و پوست و خونم و با حسایی که به نظر من گاهی از عقلانیت هم جلوتر میره، من با اونا فیلم میسازم. به همین دلیل اینکه من فقط یک تهیه کننده ای در خارج از ایران داشته باشم، این برای من کفایت نمیکرد. من بعد اینجا فیلم میساختم، فیلم خودم هم میساختم، فیلمی هم میساختم که یک زمانی اگه خواستم نشون بدم. من اصلا فیلم زیرزمینی قرار نبود بسازم، بعد به راه حلایی میرستم. این یک لایه این کار بود. پول نداشتم، هیچ تهیه کننده یا نمیخواستم درگیر این ماجرا کنم چون مسئولیت داشت، چون برای اون مدلی که من داشتم کارم میکردم، میگم حالا راه حلش چی بود، هیچ تهیه کننده یا نباید من دخیل میکردم. دلم به شدت برای اون سینمایی که یاد گرفته بودم، اون سینمای اجتماعی تنگ شده بود. یه جوری این نوع سینما رو گوشه رینگ میدیدم که هر کی میرسید یه مشتی تو دهنش میزد، سینمای دهه 60 فلان بود، سینمای دهه 70 فلان بود، اینا سینمای اینجوری بودن، این فیلمسازاش اونجوری بودن. اون آدم، اون کارکترا، اون شخصیتایی که تو اون فیلمام ساخته بودم زندگی من بود، جوونی من بود، فیلمسازی من با اینا شده بود. اگه من بنی اعتماد شناخته شده بودم، این شخصیت‌ها شخصیتایی بودن که تو جامعه وجود داشتن، به زبون بی زبونی هنوز از من جواب می‌خواستن. خب هی داره حالا شرایط سخت‌تر میشه دیگه، حالا که می‌خوام یه فیلم بسازم باید پس من یه جوری این آدما رو هم می‌خوام. چالش غریبی بود که برای اینکه من بتونم بدون مجوز فیلم سینمایی فیلمو بسازم، به این نتیجه رسیدم که من اصلا میخوام یه تعداد فیلم کوتاه بسازم. فیلم کوتاه نیاز به تصویر به فیلم نامه نداره. ضمن اینکه میگم من فیلمامو جوری میخواستم، نمیخواستم بسازم که نتونم تو ایران نشون بدم. اصلا هدف اولم نمایش فیلم در ایران هست و بعد حتی جشنواره خارجی. ولی نه در اون زمان. من اصلا دلم خواست یه فیلم برای دلم بسازم. خب میام فیلم کوتاه میسازم. فیلم کوتاه نیاز به مجوز تصویب فیلم نامه در اونجا نداره. بعد یه سری مجوزای فیلم برداری در شهر میگرفتم که میشد. فیلم بلند بدون مجوز نبود که برای بازیگرام مشکل پیش بیاد. اینکه نوشتن فیلم نامه که میگم شاید خیلی وارد بحثای تکنیکی نمیخوام اصلا بشم، ولی اون مهندس ریاضی که گفتم، قصه های مختلف، شخصیت های مختلف از دل فیلم ها اینا میومدن و یک انتخاب عجیب و غریبی به آدم میدادن که ضمن اینکه من باید دوست میداشتم که این موقعیت فعلی این شخصیت ها رو، یعنی انتخاب میکردم، باید جواب میدادن. مثلا اگر فیلم خارج از محدوده
سال 66 ساخته شده تا سال 90 که میخواست قصه ساخته بشه، همون میزان زمان باید برش میگذشت. آیا موقعیت شخصیتی مثل حلیمی در نمیدونم 25 سال بعد از اون موقعیت قابل طرحیه یا نیست؟ یا اگه خونبازی 10 سال قبل از قصه ساخته شده، شخصیت الان تو چه موقعیتیه که در قصه بیاد؟ به لحاظ مضمونی، به لحاظ موضوعی. خب نوشتنش کار خیلی از اون کارهای سختی که پوست آدم میکنه، ولی آدم لذت میبره وقتی به نتیجه میرسه، هر یک کدومش که میرسه. ضمن این که هر کدوم اینا باید قصهش تو خودش تموم میشد. اینا دیگه اصلا فضیلت نیست، اینا دیگه بیماریه. آدم برای خودش یک قوانینی طرح کنه که بعداً خودش هم مقید به رعایت این بکنه، که هر فیلم بدون هیچ اضافه و کمی قابل کات کردن به فیلم بعدی باشه و در ادامه این کات مشهود نباشه. یعنی یه جوری ترانزیشن پنهانی اتفاق بیفته که قصه ها در هم دیگه برن و برسه به پایان برسه. خب اینا این بخشش بود. کجا میبریش؟ کجا میبری؟ هر جا اونو میبری منم باید ببری. حرف همه ما یکیه. با خود درو. که شما تنت میخوره ها. خودت هم میبری ما. میبری ببر به جهنم. فدای یه تار مو بچم. با کن ببینم. برو کنار. کجاش میبریش؟ کجا داری میبری؟ دوربین، دوربین. فیلم دار بیار کنار. دوربین. یه بالا با میخوام هر چیزی خودت. قصه با یک وام، شروعش با یک وام 40 میلیونی که خواهرم به من قرض داد، فیلم کلید خورد. در 17 جلسه فیلم برداری شد، البته 4 ماه تمرین. تمرین دقیق بازی و همون روش که همیشه دارم با دوربین، حدود دکوپاژ قبل از کار، و بعد در 17 جلسه فشرده فیلم ساخته شد. و سال دیگه بگذریم از این دوران تلخ بعد از ساخته شدنش، در اردیبهشت 94 اکران شد. اکران چطور بود؟ ببینید اگه نسبت، یعنی واقع بین باشم، باید به نسبت این که فقط 9 تا سینما داشت، بیلبورداشو اجازه ندادن، تبلیغاتش از مترو جمع کردن، حتی رادیوهای استانی اجازه تبلیغات ندادن، در بعضی از شهرستانها که نمایش فیلم و نمایش ویژه‌ش رو اجازه سفر خودم رو ندادن. و جالب ترین گفتن نباید فیلم ساز بیاد. جالب بود، من شهر مادریم شیرازه و خودم خیلی متعلق به شیراز میدونم، ویزای ورود به شیراز حتی پیدا نکردم. وقتی دانشگاه میخواستم بذارن گفتن فیلمسازش نباید بیاد. بدون هیچ تبلیغی، واقعا هیچ تبلیغ، با 9 تا سینما. من اون زمانی که هنوز سینماهای ما اینقدر زیاد نشده بود، فیلمای من حداقل 40 تا سینما تو تهران داشتن. حوزه که اصلا، شهرداری اصلا، یعنی من نمیدونم واقعا. خب البته من مجبور شدم فیلمو، چون نمیتونستم تموم کنم، بعدم واگذار کردم به شرکتی که اومدن فیلمو خریدن، کمک کردن که اصلا تموم بشه فیلم. حدود 1 میلیارد فروش کرد با این شرایط، که اگر منصف باشیم، اتفاقا یک روزنامه نگاری در اون زمان یکی از دوستان سینمایی مقایسه کرده بود تعداد سینماها، نداشتن تبلیغ و همه اینا رو، و ثابت کرده بود که یکی از پرفروش‌ترین فیلم ها بوده. واقعا فیلم و مردم روی اینستاگرام، خب مثلا من زمان زیر پوست شهرم تلویزیون تیزرهای فیلم رو پخش نکرد، من یه شب تا صبح روی بیلبوردهای شهر رو با بچه های صحنه رفتیم، نردبون گذاشتن و نوشتن که بپرسید چرا تلویزیون تبلیغ این فیلم رو پخش نمی کند. تا صبح فرداش 25 تا بیلبورد داشت فیلم، رو همه بیلبورد ها رو درشت نوشتیم که بعد خود این شد تبلیغ فیلم. ولی دیگه زمان، یعنی واقعا زیر پوست شهرم، من با بازیگرا میرفتم جلوی سینما، نمایش ها رو شهرستان میرفتیم، اینجوری فیلم رو راه بردم تا فیلم اکران شد. در مورد قصه ها،
خب دیگه اصلا خودمونم نمیتونستیم حضور داشته باشیم، ولی خدا رو شکر دیگه اون اتفاقی که فضای مجازی، مردم، جوونا نوشتن، اون رفت فیلم رو دید گفت بنویس، یک جمع جوون نازنین اومدن وایسادن به کمک کردن و به تبلیغات کردن و به هر حال فیلم اکران شد. آره آره، نه اون که فعلا حل شد، دوربین رو پس دادن. نه نه مهم نیست، دیگه عادت کرد، معلومه کار میکنه. حرفا چیه؟ ببین ببین گوش کن گوش کن گوش کن، هیچ فیلمی هیچ وقت تو هیچ کمدی نمونده، بالاخره یه روزی یه جایی دیده شده، چه ما باشیم چه نباشیم. آره میدونم، من میدونم شما چه.